حقایق عجیب در مورد مصر باستان که نظرتون در مورد آن دوره تاریخی تغییر میده. مصر و اهرام ثلاثه‌اش برای کمتر کسی توی دنیا ناشناخته است. با اینکه در مدرسه کتابای درسی زیادی در مورد اهرم‌ها و مومیایی‌های این تمدن خوندیم، اما باید بدونید برخی حقایق جالب در مورد مصر باستان وجود داره که ممکنه هرگز به گوشتونم نخورده باشه. برای آشنایی با حقایق عجیب در مورد مصر باستان که نظرتونو در مورد اون دوره تاریخی تغییر خواهد داد، اما قبلش یادتون نره که این ویدیوی ما رو لایک کنید، کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. در ادامه این ویدیو با هویج همراه باشید. مصری ها ازدواج آزمایشی یا سفید هم داشتن. در مصر باستان ازدواج زوجین در هیچ دفتر یا سندی ثبت نمی شد و زن و شوهر کاملا ساده زندگی مشترک خودشون آغاز می کردن. با این وجود اونها قراردادی مبنی بر توافقات مالی برای طلاق می نوشتند و امضاشون هم می کردن. بنابراین وقتی زوجین با هم کنار نمی اومدن یا یکی از اونها مشکل باروری هم داشت، اونها بدون هیچ مشکلی می تونستن از هم جدا بشن. مردها هم پریود می شدن. توی مصر باستان مردها هم پریود می شدن. توی اون دوران اگر مردی توی ادرار خودش خون نمی دید، اونو بیمار فرض می کردن. داستان این مسئله عجیب اینه که بیشتر مصری ها از تب حلزون رنج می برند که به واسطه آب آلوده ایجاد می شه. شیستوزمیازیس یک بیماریه که از نوع کرم انگلی به نام کپلک خون ایجاد میشه. این بیماری میتونه باعث عفونت دستگاه ادراری یا دستگاه گوارش بشه. علائم بیماری شامل درد شکمی، اسهال، مدفوع خونی یا خون توی ادراره. نوع مزمن این بیماری میتونه سبب کمخونی، ناباروری و حتی مرگ بشه. کوتوله بودن یک امتیاز به شمار میرن. توی مصر باستان کوتوله ها به عنوان هدیه ای از طرف خدا به شمار میرفتن و به همین خاطر این افراد از امتیازات زیادی برخوردار بودن. اکثر کوتوله ها در پستای مدیریتی هم مشغول فعالیت بودن یا به عنوان دستیار شخصی، محافظ طلا و جواهر یا حتی خادمان خانواده‌های اشرافی هم کار میکردن. کودکان تا قبل از دوران نوجوانی لباس نمیپوشیدن. توی مصر باستان کودکان نه کفش می پوشیدن نه لباس. به علاوه والدین سر فرزندان خودشونو با تیغ می تراشیدن و فقط یک بافت باریک و بلند در پشت سرشون باقی می گذاشتن تا سر کودک شپش نگیره. دخترها و پسران برهنه فقط دستبند، پابند و گردنبند می پوشیدن. فرعون ها از برده های خودشون عنوان مگزکش هم استفاده می کردن. ما امروزه با استفاده از قرص ضد پشه یا اسپری مگزکش از شر این حشرات مزاحم و آزاردهنده خلاص می شیم، اما بد نیست بدونید که توی مصر باستان فرعونی موسوم به پپی دوم به برده های خودش دستور می داده بدنشون رو عسل اندود بکنن و تا مگس ها و پشه ها به اونا جذب بشن و این حشرات رو از پادشاه اون دوران دور نگه دارن. توی دادگاه همیشه فرض بر گناهکار بودن متهم بود مگر خلافش ثابت بشه. با اینکه میگن که همه بیگناهن مگر خلافش ثابت بشه، اما توی مصر باستان سیستم قضایی این تمدن به این صورت بودش که متهم رو گناهکار میدونستن مگر اینکه بتونه حقانیت خودش رو ثابت کنه. اثبات راستی اونم آسون نبود، به این خاطر که متهم و شاهدین شکنجه میشدن تا صحت گفته‌هاشون ثابت بشه. رژ لوای اون زمان از حشرات له شده تهیه میشد. اسید کربونیک قرمز رنگ که از حشراتی مانند قرمزدانه مکزیکی و شپشک به دست می اومد برای ساخت وسایل آرایشی توی مصر باستان خیلی کاربرد داشت. به این صورت که حشرات رو جوشونده و له می‌کردن تا از رنگ قرمزشون برای ساخت وسایل آرایشی مثل ماتیک استفاده کنن. مردم مصر آرامگاه خودشون رو همچون خانه دکور می‌کردن و حتی غذا هم تو اونجا می‌ذاشتن. مصری‌های باستان به شدت به زندگی پس از مرگ معتقد بودن. تصورشون هم این بود که انسان پس از مردن به تمامی وسایل و تجهیزات قبل از مومیایی شدنش نیاز داره. به همین خاطر قبرهای بزرگی با همه وسایل و تجهیزات می‌ساختن و انواع وسایل آرایشی، بهداشتی و غذا رو تو اونجا می‌ذاشتن و حتی برده‌های موتوفی رو هم با جسد در قبر می‌ذاشتن تا در زندگی پس از مرگ همچنان به اربابش خدمت بکنه.
خب تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. حتما یادتون نره که کانال یوتیوبی ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوامون رو لایک کنید و نظراتتون رو توی کامنت همین ویدیو با ما به اشتراک بگذارید. حتما میدونید که این حمایت های شما باعث میشه که ما بتونیم ویدیوهای بهتری رو برای شما تولید کنیم. ممنون که با هویج همراه هستین و در ادامه این ویدیو با هویج باز هم همراه باشید. فرعون های مصر اغلب به چاقی مفرط مبتلا بودن. تو همه عکس و تصاویری که از مصر باستان وجود داره، فرعون ها مردانی فیت و خوش اندام تصویر شدن، اما دانشمندان با تحلیل تصاویر اشعه ایکس از مومیایی اعلام کردن که این عکس ها صحت نداره و تو واقعیت اشراف زادگان مصری و به خصوص فرعونیان بسیار چاق بودن و از سلامت جسمانی برخوردار نبودن. دلیل اصلی چاقی مفرط این افراد هم رژیم غذایی سرشار از چربی های مضر، کربوهیدرات و الکل. مراجعه به متخصص پروکتولوژی یعنی متخصص رکتوم، روده و مقعد تو اون زمان خیلی زیاد بوده. قریبا همه میدونیم که مصری ها در طب و پزشکی بسیار توانمند بودن و متخصصان زیادی توی حوزه‌های مختلف پزشکی همچون دندون پزشکی، چشم پزشکی و جراحی داشتن. اما پروکتولوژیست ها بیشتری مراجعان تو اون زمان باستان داشتن. دلیلش هم این بوده که تو اون زمان بیشتر وقت مردم به خوردن و آشامیدن صرف می‌شده، به همین خاطر اغلب اونا به تنقیه برای تخلیه روده خیلی نیاز داشتن. جالبه بدونید که پروکتولوژیست ها بعضن کار دندون پزشکی هم می‌کردن و وضعیت سیستم گوارشی فرعون‌ها رو تحت نظر داشتن تا توصیه‌های پزشکی لازم رو به اونا ارائه بدن. مصریان باستان از دئودورانت برای خوشبو کردن بدنهای کثیف استفاده می‌کردن. هوای بسیار گرم و کار زیاد جسمانی باعث می‌شد مردم زیاد عرق کنن و در نتیجه بدنشون هم خیلی بد بشه. اونا برای مقابله با این مشکل از دو روش استفاده می‌کردن. یک، به طور مرتب موهای سر خودشون رو می‌تراشیدن زیرا اعتقاد داشتن که این موهان که بوی بد می‌گیرن. دو، اونها از دئودورانت ها که حاوی مواد مختلفی بود همچون برگ های سوزنی کاج، دارچین، مرکبات، گلا، حتی تخم شترمرغ استفاده می کردن. این دئودورانت ها رو به صورت توپی های کوچکی در زیر بغل قرار می دادن تا بوی خوب مواد تشکیل دهنده اون تا چند ساعت بوی عرقشون رو بگیریم. توی مصر باستان مردا هم آرایش می کردن. تو اون دوره تاریخی علاوه بر زنها مردا هم آرایش می کردن. این کار سه دلیل داشت. یک، آرایش از پوست اونا در برابر تابش مضر خورشید محافظت میکرد. دو، اونا معتقد بودن که خدایانی به نام را و هورس با مردانی که آرایش میکردن مهربونتر رفتار میکنند و شماره سه هم خب قطعا آرایش جنبه درمانی هم داشته. مجسمه ها حکم محکومین رو مشخص میکرد. در خلال سالهای 1069 تا 1550 پیش از میلاد مسیح روحانیون مذهبی خودشون رو در روند قضاوت دخالت میدادند و وقتی قاضی نمیدونست چه حکمی رو باید برای متهم اعلام کنه، روحانیون با استفاده از مجسمه مقدس به کمک اون میرفتن. به این صورت که دو حکم روی پاپیروس نوشته میشد و مجسمه رو بین این دوتا کاغذ میذاشتن. مجسمه به طرف هر کدام از این کاغذها برمیگشت، حکم متهم همون میشد. البته باید بدونید که برخی از روحانیون با رشوه گرفتن در چرخش سر مجسمه دستکاری میکردن تا حکم به نفع متهم صادر بشه. حشرات حکم فاجعه رو داشتن. بیشتر از حیوانات وحشی و خطرناک این حشرات بودن که زندگی رو برای مصریای باستان سخت میکردن. مردم از هر روشی برای دفاع این حشرات استفاده میکردن، از روغن و پودر گرفته تا گیاهان. مثلا برای در امان موندن از شپش سر موهاشون رو از ته میتراشیدن. اما هیچ کدوم از این روشا جوابگو نبود، به طوری که ممکن بود گروه بزرگی از زنبورا یا حشرات موزی کل یک مزرعه رو نابود کنه و مردم رو بدون غذا بذاره. مردا تو خیابون به زنان متلک هم مینداختن. توی مصر باستان مردا برای جلب توجه زنان همین که خانمی رو میدیدن براش سوت میزدن. بر اساس نوشته های هرودوت، نخستین تاریخ نگار یونانی زبان، مردای جوان در مسیر رسیدن به جشنهایی که در معابد برگزار میشد سوار بر قایقهای خودشون لباساشون از تن در می آوردن و برای زنانی که تو ساحل بودن سوت میزدن. این آزار خیابونی تو اون زمان جرم محسوب نمیشد و هیچ مردی هم به خاطر متلک انداختن هم تنبیه نمیشد. زندگی پس از مرگ به باور مصریان باستان. به باور مصریان بعد از خاکسپاری معطوفی باید توی دادگاه مردگان در مورد زندگی زمینی خودش پاسخ بده. کسی که توی اون محاکمه مردود میشد برای بار دوم میمرد و این مرگ به معنای نابودی قطعی بود.
دادگاه مردگان در تالار حقیقت برگزار میشد. ازیریس داور اعظم این دادگاه بود و 42 تا اهریمن پرید مرده رو به شدت مورد بازجویی قرار میداد. توهوت کاتب دادگاه بود و آنوبیس ایزدی که سری شبیه به سگ داشت ترازوی داوری رو هم اداره میکرد. شما میتونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.